سلام، من سعید طوفانی هستم، مدرس قرتی بازی و به شما قرتی ها خواهم قرتی گری یاد بدم. خب، دو سه روزه که آدوبی ایلستریتور 2018 آپدیت شد. میتونید به روش آپدیت محصولات آدوبی که در کریتیو کلاود آموزش دادم و روی سایتم روی یوتیوب، آپارات، تلگرام، همه جا هست کار انجام بدید. چیز خیلی جالبی که اضافه شده این پنجه پروپرتیزه که همه چی میتونید کنترل کنید. مثلا الان که روی داکیومنت هستیم میتونیم سریع بریم تو پریفرنسز و مثلا تنظیماتون انجام بدیم. از جمله فارسی رو فعال کنیم، خوبه، میتونیم بریم اسکرچ دیسکمون رو مثلا بگیم اولش از درایو دی استفاده کن بعد از ای استفاده کن، ولی خب کند میشه چون من SSD دارم، ولی خب حتما باید ایلستریتور رو بسته و باز بشه. اینجا میتونیم رنگ های گاید گرید رو تعیین کنیم، فایل هندلینگ رو میتونیم تنظیم کنیم، از کجا به عنوان هر مثلا 5 دقیقه سیف کنه پروژمونو و فایل های اخیر تا 20 تا نشون بده بهمون. دیتا ریکاوری نمیخواد بکنه و توی این فولدر دیتا ریکاوری کنه، سی فلان فلان فلان. واحد رو معمولا من رو میلیمتر میذارم، بستگی داره به کاری که میکنید. استروک رو دیگه رو پیکسل بذارید، تایپ رو هم رو پیکسل بذارید. بعد اینجا بید بگید که به ازای هر بار که من تایپ یونیت هم عوض کنم، میترسم نگوشم بگیزم، به ازای هر بار کلیک کردن روی کیبورد روی کلیدهای جهت دما به سمت چپ، راست، بالا، پایین کیبورد هر بار که کلیک میکنیم مثلا 10 پیکسل حرکت کنه. و دیگه اینجا این که یه دکمه ای داره از جی پی وی من داره استفاده میکنه، انیمیشن بذار انیمیشن حرکت کنه. و یه دکمه خیلی جالبی داشت اینجا همیشه رو کویک سیکشن. اوکی، خب اینجا تو داکیومنت ستاپ میتونید بگید که رزولوشن صفحه چقدر باشه از نظر پریست کارتون، در واقع اون پیشنهادی که میده برای کار، که روی های رزولوشن بذارید کاراتون رو. اینجا میتونید بگید گرید سایزتون چقدر باشه، مثلا خونه های پشتگان رو لارج میذارم. اینجا میتونید بگید که گرید رنگش چی باشه، حالا ما میگیم بنفش باشه، وایدش چی باشه، مثلا ما میگیم پیکسل باشه. اینجا اینم بلید و ایناتونه، میتونید اینم بزنید هر موقع عکس بیارید، اگر رفتید تو ویو آوتلاین رو زدید نشون بده. قسمت تایپ اینجا میتونید بگید که انگلیسی امریکا باشه و آره چیز خاص دیگه این نیست. اوکی میکنیم. خب از جمله چیزایی که اینجا گذاشته باز همون اینسترومنت هست که بذار دهه. یعنی چی؟ یعنی اگر من این بکشم، اگر با کلیدهای جهت نمای کیبورد چپ و راست کنم دبیا ده پیکسل غیر میده اصطلاحا. و جالبه که مثلا یه آبجکتی که دارید اینجا میتونید رنگش کنید، مثلا خیلی سریع دیگه نمیخواد برید اون بالا، استروک، اوپاسیتی، اینجا میتونید افکت بهش بدید و اوکی افست بدید و اینا رو اینجا گذاشتن. ریکالر کنید، رنگش رو عوض کنید، به سطرلات کتاب خانه رنگش کنید، دیگه نمیخواد کلیک راست کنید، برینگ تو فرانت، برینگ تو بک،
اکسپندش میتونید بکنید، افست میتونید بدید و لاینش میتونید بکنید تو پیکسل گریدتون. خب اینجا هم که ترانسفورمتونه و فیلیپ میتونید بکنید، آینش میتونید بکنید، دوران بدید، پروپرتیز تمام عناصر. در مورد صفحه ما اینجا میتونیم گرید رو خاموش روشن کنیم، میتونیم اینجا ترانسپرنت کنیم بک‌گراند رو، خطکش رو غیر فعال کنیم و اینجا میتونیم واحد اندازه گیری رو عوض کنیم و آسپو خیلی خیلی یوزر فرندلی شده این نرم افزار. اما اگر بخواید یه جدول درست کنید چیکار میکنید؟ ببینید من اینجا یه به اصطلاح گاید میذارم، منتها من اینجا صفر صفر رو ست میکنم. گاید از رو خطکش میاد، قبلا هم هزار بار صحبت کردیم. خب اگر این گاید رو انتخاب کنید و دکمه اینتر رو بزنید، اینجا میگه که چقدر حرکتش بدم. ببینید منظور این چی از حرکت. الان این گاید ما در یه نقطه ای قرار داره، من میتونم اون نقطه رو به شما نشون بدم. میگه که نگاه کنید، گاید شما از نظر نقطه در نقطه X و Y قرار داره. خب طبیعیست که اگر مثلا من اینجا بذارم روی این قسمت، الان میگه در 199مین پیکسل X، محور X قرار داری. خب اینجا X دیگه، ببین X Y، X از اینجا 0 شروع میشه تا 200 مثلا این خطکش. خب من اینجا رو میکنم 200، اینتر میزنم، این در نقطه 200 قرار گرفت. اگر اینتر بزنی چی میبینی؟ اگر اینتر بزنی یه چیز دیگه هم میبینی که حالا ما بهش میرسیم. خب میگه چقدر نسبت به این نقطه میخوای حرکتش بدی. ببینید شما کافی بگی من میخوام نسبت به این نقطه 10 پیکسل هوریزونتالی افقی حرکت بدم، پس 10 پیکسل میاد جلو، یعنی نقطه جدیدش میشه 210 پیکسل، 10 تا اومدیم. اگر من اینو همینجا که الان وایساده انتخاب کنم، اینتر بزنم، این 10 رو بکنم منفی 10، 10 پیکسل کم شد، دوباره میشه 200، درسته؟ حالا بریم سر این یکی، اینتر میزنم. الان من میخوام این به صورت افقی که اصلا معنی نداره صفر، اما به صورت عمودی معنی داره. مثلا بهش میگم 50 پیکسل، که اینجا میتونم بگم 50 میلیمتر، بذاریم بگم 5 میلیمتر به جای پیکسل ها. اگر اوکی کنم 5 میلیمتر اومد پایین و مقدار قبلیش که اینجا ایگرگ باشه اضافه شد. از جمله امکانات دیگه اینه که اینجا من روی این بیستم، اینجا رو عوض کنم، اینم اندازه است ویتس و های این ایکس و ایگرگ. اما شما اینجا میتونی دیستنس عوض کنی. دیستنس مقداره، یعنی چی؟ ببینو صفر کن، اینم صفر، میام اینجا. اگر من اینجا دیستنس رو دست بذارم مثلا 50 چی میشه؟ این دکمه پریویو رو خاموش روشن کنیم. این 50 در واقع همون هوریزونتالیشه، یعنی فاصله است. منتها چون اینجا 90 شده بیمعنی، اگر من 0 شده بیمعنی، اگر من اینجا 90 کنم این 50 حالا معنی داره، چون اینو انتخاب کردیم در این راست میره. و اگر من اینو بردارم میدید که 50 پیکسل تغییر میده. خب دکمه کپی از این در واقع گاید یه کپی به من میده. شما میتونید اینجا گاید بعدی رو به اندازه که میخواهید کپی بکنید، که البته شما اگر Alt هم نگه دارید میتونید از یه گاید کپی بزنید. این رو خواستم بهتون گفته باشم، ممکنه در ویدیوها جا افتاده باشه. اما حالا اگر خواستید یه جدول درست کنید در Illustrator چه باید بکنید؟ اینو باید باز کنید، یک رکتانگل ساده، بیایید در Object Pad Split into Grid. اگر اینو بزنید این میاد، پریویوش رو بزنید که ببینید میگه چند تا سطر میخواییم. مثلا شما میگی 5 سطر میخوام، اینجا میگه چند تا ستون میخواییم، مثلا شما میگی 4 تا.
خب گاتر یعنی چی؟ گاتر یعنی فاصله بین سطرها. اگر اینو بزنی یه فاصله اینجا در نظر میگیره، مثلا میگیم 10 پیکسل. گاتر عمودی چی؟ مثلا میگیم 10 پیکسل. توتلی یعنی کلن سطرامون چقدر، یعنی با هم همه اینا جمع بزنی 697، مثلا میگی باشه 700. 700 تا راو، البته اینو باید مثل که اولش انجام بدیم، کالون مثلا باشه 1000 تا. منتها اینو دیگه حالا توی 1000 تا باید تقسیم کنیم، همون کار رو باید از اول بکنیم. گاتر 10 تایی، گاتر 10 تایی. ببین به این شکل. و میتونی برای اینا گاید هم در نظر بگیری. ببین اوکی میکنم، این شد به اصطلاح جدول من، که حالا با استروک میتونم چکار کنم؟ بهش خط بدم و خونه هاشم جداست. خب شما میتونی حالا رنگ کنی، مقدار بدی و این به قول معروف شکل رو دیگه باش کار کنی. میتونی هم اینجا اینو گروپ کنی که یک معنی برات داشته باشه به نام جدول و با خانه هاش کار کنی. این پس شد Esprit to Greed که خواستم راجع به جدول باهاتون صحبت کرده باشم. حالا بریم سر رنگ آمیزی. ببین طبیعتاً اگر تو گروپ باشه شما میتونی با این فلش سفیده هر کدوم اینا رو انتخاب کنی و بعد بیای در اینجا مثلا بگی که داری راجع به رنگ دور حرف میزنی، مثلا داخلش نیشه خط دورش هم که اگر رو این کلیک کنی تفکیک میشه. دونه دونه اینجا میتونی انتخاب، یا با این فلش میتونی همه اینا رو انتخاب کنی، یک دفعه رنگ این قسمت رو عوض کنی، بعد مثلا خونهای جدول تو میتونی یکی در میون خاکستری روشن و خاکستری تیره کنی برای اینکه توش مثلا شاید دلت میخواد بنویسی. درسته؟ خب این شد جدول. حالا نکته بعدی که البته نکته خاصی نیست اینه که بعضی وقتا میشه که ما مثلا یک کار خاصی داریم، مثل این از سمارت گاید استفاده میکنیم لب به لب. خب من این شکل رو رنج میکنم تو بک و رنگ داخلش هم میکنم. ببینید این الان یک شکله، اگه کلیک راست کنید میتونید گایدش کنید، میک گایدش کنید، این یک شد گاید. یعنی در نسخه چاپی برای مشتری این نخواهد اومد، این خط یادتون باشه چون این گایده. درست بگم گاید شد یا نه؟ گایده بله. و این فقط برای کمک به طراحی شماست. طبیعتاً مثلا اگر اینجا میخواین یه شکلی بکشید به این سنپ میکنه و شما مثلا میتونید این کنج رو چون دونم یک جنگولک بازی درارید. اوکی اینجا این خط ما آره خوب تو دلم خودتو چه کردی، دلو کنج سینم جا به جا کردی، عاشق که شدم پیشم نموندی، از دور برم همه رو پروندی، این درسا رو کجا خوندی، مشقا رو کجا کردی.